همه چیز فلبداهه برای من معنا پیدا میکنه. موقعی که دارم کار میکنم انرژیم در جریان سیاله، بارها پاک میکنم، بارها شاید اطراف وقت بکنم، اما این جوشش اون شکلیه که خلق میشه تو اون رونده. تو دانشگاه هم هر وقت معلم ها از من میخواستن که یه پیش طرح بزنن، من اصلا فلج میشدم، اصلا نمیدونستم چیکار، اصلا پیش طرح یعنی چی، و برای من اصلا مفهوم نداشت. همیشه وقتی دارم کار میکنم همون موقع یه سری اتفاقا میفته، یه سری جرقه ها میزنه، یه سری چیزا رو میبینم همونجا پیرامونم، و بدون هیچ ممنوعیتی ازشون استفاده میکنم. یعنی همون موقع ور میدارم میذارم میبینم نه خوب نیست. من بارها کارام میبرم توی حموم زیر شیر میشورمش، زیر دوش میشورمش. توی این پاک کردن یه تیکه های میمونه، این تیکه هایی که میمونه خودش یا تکسچر ایجاد میکنه که میشه ازش استفاده کرد. در واقع اجازه وقوع اتفاق رو میدم. یه دیالوگیه، یه گفتگویه بین من با کار و موقعی که داره انجام میشه. یه هدایتی میکنه خود کار، یه جوری یه فرکانسی انگار میفرسته که اون فرکانس مثل چراغ راه نماست، مثل یه چراغ قوه، راه نمایی میکنه که از این راه به نتیجه با من نمیرسی، باید عوض بکنی. بعد خب این درگیرم میکنه خیلی، باید نمیگم باید فکر کنم، چون اصلا چیزی نیست که با فکر انجام بشه، و اصلا با فکر نمیشه حلش کرد. خیلی باید بیشتر انگار فرو برم توی عمق خودم، توی عمق قضیه. اینی که میگن لذت نقاشی در واقع همینه. اون نیستش که شما وقتی داری نقاشی میکنید در حال لذت بردن و حظ کردنی، نه، این جنگی که داری با این وقتی که موفق میشی، وقتی تمومش میکنی و رضایتی که بعدش داری از اینی که تونستی انجامش بدی، اینه که لذت داره. یعنی درگیر شدن با این قضیه و خوشحال بیرون اومدنه، اون موقع است که لذت داره. وگرنه وقتی درگیری دیگه به هر حال، بعد میذارمش کنار. اگر احساس بکنم بیشتر از حد خودش داره منو با خودش میکشونه، بعد میادش، بعد راه حلا، بعد از اینکه ولش میکنی میذاریش کنار، یه فضایی، یه خلایی بینتون ایجاد میشه، بعد راه حلا مثل یه جور شهود یواش یواش میاد سراغت، و اینه مثل یه گوله کانوای خیلی بدجوری، انگار که اون سرنخره پیدا میکنه، راحت میتونه باز بشه. برای اینکه به هر حال این ایده یه روندی داره، همینطور میره جلو، منم باش میرم جلو، بعد هی شاخه های انشعابی از کنارش، یه جوانه های ازش میزنه بیرون، اون جوانه ها هی به کار اضافه میشه. بنابراین نمیتونم از یه ایده برم به یه ایده دیگه، هی بپرم. اینا هی مثل حلقه های زنجیرن، مثل واژه های یه لغتن، هی به دنبال هم واژه بعدی رو میاره تا این جمله ساخته بشه، تا معنی برام پیدا بکنه. اما میشه یه کاری که خیلی داره انرژی میگیره و حل نمیشه و خیلی چک و چونه میزنه رو میذارم کنار توی مرحله‌ای که فکر میکنم تموم شده، اما اون ته میدونم دارم خودم گول میزنم، این تموم نشده، این راضی نیستم ازش، ولی میذارمش کنار برای اینکه میبینم بیشتر از توانم داره انرژی ازم میبره، اصلا بدخلقم میکنه، عصبیم میکنه. من گاهی اوقات خودم میمونم که من چجوری این کار را انجام دادم، مثلا این کار منه، تو چه حالی بودم، چی فکر میکردم، یا اصلا از چی استفاده کردم، این ترکیب چه چیزی با چه چیزیه. گاهی اوقات یادم بره، یعنی انقدر اون جوشش فلبدا هست اون موقع که واقعا بعض وقتا یادم میره
خیلی خیلی وقتا نمیتونم یه کاری رو، یه تیکه رو تکرار بکنم، یه بافتی رو دوباره بسازم. ببینید اگه بخوای ادامهش بدیم، یک کار رو میشه تا ابد ادامه داد به نظرم. یعنی هی پاک کرد، هی گذاشت، هی اضافه کرد، هی برداشت. ولی یه جای ترمزی لازمه. احساسم باز نمیتونم بگم، یه جوری میفهمم که این دیگه جا نداره. هر چیزی که بلد بودم اتفاق افتاده. برای اینکه امکان داره شما یا یه آدم دیگه بیاد نگاه کنه، حس کنه این کار نیمه تمومه، ولی این حس اون آدمه، حس من نیست. ببینید شما کارهای منی که نگاه کنین از خیلی قدیمتر، همیشه اشیایی توش بوده، همیشه ترکیب با مواد مختلف و شیء‌های مختلف بوده. توری مرغیا این کار رو یه جوری حجمدار کرده و اینی که به عنوان یه پوشش اومده روی نقاشی قرار گرفته، دو تا لایه ایجاد میکنه برای بیننده دیگه. خب در واقع اون چیزی که آفریده شده، اون چیزی که خلق شده به عنوان اثر هنری، به عنوان نقاشی، حالا یه سری قوانین داره، قوانین زیبایی شناسانه توش هست، بافت‌های مختلف هست، انرژی من هست، فکر من، روح من، مسائل اجتماعی، هر چیزی که برام جذاب بوده حالا رفته پشت این توریه. هم شما دیگه به اون وضوح نمیتونین رو ببینین، به هر حال این بافت توری چون یه فاصله ای هم داره، سایش هم میفته روی این کار دیگه، هم اون وضوح رو از دست دادین، در واقع یه خدشه ایجاد شده، هم به هر حال پشت این لایه قرار گرفته، شما مجبورید از پشت این لایه دیگه همه چیز رو ببینید. یعنی شما دیگه نمیتونید دست به خود کار بزنید، شما بیواسطه نمیتونید با کار تماس بگیرید و این توریه توی پلان اول واقع شده، در واقع بین شما و نقاشیه. فکر میکنم خود نقاشی کردن اصلا چون چیز خوبیه، در نتیجه هر نقاشی خوبه، اصلا شما نباید بگید نقاشی بد، چون نقاشی کردن خودش یک فعل خوبه، یک عمل خوبه، در نتیجه حاصلش هم خوبه. منتها میتونیم بگیم که آیا موفق بوده اون چی که میخواسته رو از درون به بیرون منتقل بکنه. اگر این موفقیت وجود داشته میشه گفت که نقاشی حالا لغت خوب یا موفق یا کامل. در غیر این صورت بازم نمیشه بهش گفت نقاشی بد. میشه گفت توی اون قابی که من دستم گرفتم ازش دنیا رو میبینم جا نمیشه، براش کوچیکه یا براش بزرگه یا من نمیفهممش، وگرنه من خودم نمیتونم بگم کار بدیه، میتونم بگم با من رابطه نمیگیره. از سال 69 همکاریمو با مجله گردون شروع کردم، بعد با آقای عباس معروفی که از طریق آقای سپانلو آشنا شده بودم، با آقای معروفی مجله رو باز کرده بودم و دنبال یکی میگشتن که براشون صفحه تجسمی رو بنویسه. چند تا از شعرام هم گردون چاپ کرد و بعدش گردون که بسته شد، اون موقع گاه گاه با آدینه و دنیای سخنم خیلی پراکنده کار میکردم،
بعد از گردون مجله زنان خانم شهلا شرکت از من دعوت به کار کرد. البته اینم بگم من هیچ وقت توی فضای مجله حضور نداشتم، من فقط مطالب رو می نوشتم می فرستادم. بعد از دیگه اواخر یا وسطای کار با زنان بود که آقای علی دهباشی به من زنگ زدن که دعوت به کار کردن برای فصلنامه طاووس که با خانم منجمین رمادی کارم رو شروع کردم. فکر میکنم طاووس اوج فعالیت مطبوعاتی من بود، بسیار تجربه خوبی بود، خیلی آشنایی خوبی برای من به دنبال داشت. یه مجموعه خیلی وسیعی رو ما با طاووس کار کردیم که در واقع روی هنر جوان کار میشد. بخش تجسمیش رو من کار کردم، روی نقاشی، گرافیک، مجسمه سازی و نیو آرتش که انجامم شد. این سینما و تئاتر و موسیقی و عکاسی هم داشت که همکارای دیگه کار میکردن. متاسفانه طاووس هم نتونست به کارش ادامه بده بنا به دلایلی، اما تمام این مطالب آرشیف شده و وجود داره. حالا بعدن شاید قراره چاپ بشه، نمیدونم، ولی همه حروف چینی شده، ترجمه شده، آماده هست. بعد از طاووس که گفتم آشنایی های خیلی خوبی برای من داشت، یکی از آشنایی های خیلی خوبی که از طریق طاووس من داشتم آشنا شدم با آقای کامران دیبا بود که یکی دو ماه من با ایشون کار کردم تو پاریس روی کتابشون و رو کاراشون. حاصلش مقاله خیلی خوبی شد که تو کتاب باقی میان تو خیابان چاپ شده. گاه گاهی به دعوت تندیس ازم یه مصاحبه خواستن، یه مطلبی خواستن، دادم بهشون، ولی نه با عنوان دیگه رسمی. یه جوری انگار بعد از فصلنامه طاووس دیگه برای من تموم نشد، ولی فکر میکنم یه قله‌ای بود، اوج کار من بود.